ممکنه شرایط گاهی اوقات به شکلی باشه که فرد آسیب های دیگه ای هم ببینه، حالا چه قبل چه بعد از یا در حین بازداشت، آسیب های جسمی ببینه، آسیب جنسی ببینه. اینا چیزایی هست که خب اتفاقات خیلی پیچیده تر میکنه و سخت تر میکنه و به طور معمول این افراد نیازمنده یه ارزیابی یه خورده ای بیشتر هستن، برای اینکه درصد کسانی که دچار آسیب میشن بیشتره. خب کسایی که نیاز به خدمتی دارن ولی به هر دلیل خانواده مخالفه یا امکانش رو ندارن که خدمتی دریافت بکنن، این متاسفانه خیلی وقتا باعث میشه که تأثیرات استرس به تدریج بیشتر بشه و گاهی منجر به اون چیزی که به عنوان اختلال استرس پس از سانحه ذکر میشه یا سایر اختلالات روانپزشکی بشه. الان متوجه به اینکه فضای مجازی خب یه مقدار بیشتر در دسترس هست نسبت به دهه های گذشته، امکان اینکه افراد بتونن درمان های به صورت برخط آنلاین دریافت بکنن هم وجود داره. یعنی حتی اگر که خانواده امکانش رو نداشته باشن یا نخوان که فردی رو ببرن، خود افراد احتمالاً بتونن به صورت آنلاین افراد رو پیدا بکنن، درمانگرانی که الان برخیشون هم حتی حاضرن به صورت رایگان افراد آسیب دیده رو درمان بکنن. شاید این یه امیدی باشه برای اینکه آسیب های آینده ای افراد کمتر بشه شدتش. ما یک دسته ای از اختلالات یا مجموعه ای از اختلالات داریم که اینا با استرس مرتبط هستن، با استرس بدتر میشه. اما از حالا همین اختلالات مثل PTSD که اشاره کردم، افسردگی، استراب، اختلالات حتی اختلالات دیگری که در ظاهر مرتبط با استرس نیستن، من فکر میکنم که اگر که بشه پیام میداد به اون کسانی که برخورد میکنن یا به نوعی بازجویی میکنن یا مسئول رسیدگی به نوجوانان بازداشت شده هستن، من فکر میکنم یه نوع شاید به شکل دیگه ملایمتر، به شکل متفاوتی از بزرگسالان باید با این گروه برخورد بشه. باید در نظر بگیریم که اینا بسیار شکننده تر هستن، بسیار احتمال آسیب در آینده براشون بیشتره.